درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. یک ایران سپاس از همه باورمندان به تمدن ایران شهری که برای رسیدن به خواسته های جامعه ایرانی امروز، رسیدن به آزادی، دموکراسی، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد در قانون اساسی، برای حفظ هویت ملی میهنیمون و حفظ تمامیت ارضیمون کوشا بودید و هستید. پرتوان باشید هموطنان عزیز و ارجمند من در جای جای کشور. پیام های فراوانی دریافت کردم در رابطه با همین اسمسی که شما هموطنانم 24 ساعت قبل دریافت کردید و تقریبا همه دارن در رابطه با این صحبت میکنن. همونطور که خدمتتون عرض کردم و دلیل انتخاب روز رستاخیز 3 روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی است، دقیقا مشخصه این بیانیه است و یا حرکت‌هایی که حکومت اسلامی در طول این چند ماه آینده میره که انجام بده. اینها اومدن چی دارن میگن؟ دقیقا تقیه میکنن، دقیقا دروغ میگن، خودعه میکنن. اصول اخلاقی این افراد یا تفکرشون بر این پایه است که آقا برو یه چیزی بگو ولی انجام نده، برو بنویس ولی به هیچ عنوان در نظر نگیر. از روز اول هم اینا همین کار کردن. مثلا همین بیانیه‌ای که به قول معروف رئیس جمهور حکومت اسلامی داده، شما اگر نگاه بکنید از بالا تا پایین، خب مشخصه قانون اساسی حکومت اسلامیه، ولی وقتی که قانون اساسی حکومت اسلامی رو شما برید مطالعه بکنید، میرسید به این مطلب که میگه هر آنچه که اینجا نوشته شده شما آزاد هستید، تا یعنی تا اونجای آزاد هستید که اون ولی فقیه که اون بالا گذاشتن و افرادی که اون برای شما در نظر گرفته، شورای نگهبان، مصلحت نظام، دفترهای استصوابی و و و دولت، قوه قضاییه، مجلس اسلامی، سپاه پاسداران، بسیج، یکی پس از دیگری، اینا همه دست و پاتون رو میبندن. اگه خلاف مسائلی که به ضرر این افراد هست صحبت بکنید، شما در همون وهله اول یا دستگیر میشید یا زندانی میشید یا ترور میشید یا کشته میشید، اعدام میشید یا مجبورتون میکنن کشور رو ترک بکنید. به هر روی قانون اساسی حکومت اسلامی برابر نوشته نشده. وقتی که شما میاد یک مذهب رو به صورت مشخص در رأس قرار میدی، اونم مذهبی که 1001 نوع شاخه مختلف داره و به 2 قسمت متفاوت تقسیم شده، یعنی شیعه و سنی، و در هر کدام از اینها افکار متفاوت، عقاید متفاوت، برداشت‌های متفاوت از بند اون چیزی که بهش میگن قرآن نوشته شده، نمیتونید اون رو بیارید در قانون اساسی و بعد بکنید چهارچوب یک نظام حقوقی کشور و ملت و بعد بخواین همه رو با یک چوب بزنید. در واقع اینا این کار کردن، یعنی تمام افکارشون رو در طول سالیان دراز که بتونن خودشون راهبری یک جامعه رو به دست بگیرن با نام کتاب قرآن و یا نهج البلاغه در آوردن و چیزهایی هم بهش اضافه کردن و هر کسی که میاد حرفی بزنه اینو به راحتی میگن آقا شما محاربی، شما ضد خدایی، شما خدا رو قبول نداری، شما پیامبر رو قبول نداری، شما اصلا اسلامی نیستی. در اسلام هم گفتن هر کسی که بخواد حرف مخالف بزنه باید کشته بشه، به همین راحتی همه رو میکشن. یعنی اینها در این سطح هستن. خب از اونجایی که این پرسش همیشه به وجود اومد و بارها پرسیده شد که آقا چرا 3 روز قبل از این انتصابات شما انتخاب کردید؟ چرا هفته‌های قبلش انتخاب نکردید؟ چرا بعد از اون رو انتخاب نکردید؟ دلایل متفاوت داره که من در ادامه این روزهایی که با شما یک به یک همراه خواهیم بود براتون توضیح میدم، اما دلیل مشخصش رو شما دارید متوجه میشید که چرا ما قبل از انتصابات حکومت اسلامی رستاخیز رو اعلام کردیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، از اونجایی که اینها مزدور بیگانگان هستند، اینها پادو و دربونی هستند که بتونن نفت و گاز و ثروت ما رو از ایران خارج بکنن و در بانک‌های جهانی ذخیره بشه برای سلاطین جهان، و این شرکت‌های نفتی و این بانکداران جهانی
امثال افرادی این چنین رو با تشخیص از ضعف فرهنگ یک ملت انتخاب میکنن، اونها رو تقویت میکنن، بهشون پول کافی میدن، رسانه‌های مختلف در اختیارشون قرار میدن و بعد از اون تشویقشون میکنن و به خصوص وارد جامعه جهانیشون میکنن، سخنرانی های متفاوت براشون میذارن، مطرحشون میکنن و بعد سوقشون میدن به سمت یک کشور. این دقیقا اتفاقی بود که در توطئه جهانی برای ما رخ داد که آغازش از ایران و بعد شعلش به سایر کشورها کشیده شده، گرفته شده، که شما در نهایت امتداد این توطئه جهانی که میره اصولا خاورمیانه رو تکه پاره بکنه و تقسیم بکنه رو خواهید دید، که اول با کشورهای دارنده نفت و صاحب نفت هم بوده مثل کشور ایران که حرف اول رو در اوپک میزد و بعد عربستان و و و. اما این مسئله عربستان رو کنار نگه داریم، من بعدا صحبتهای در رابطه عربستان و تبانیش با آمریکا و کشورهایی مثل اسرائیل و غیره کشورهای عربی رو بعدا توضیح خواهم داد، ولی این رو میخوام خدمتون عرض بکنم، این حکومت از روز اول نوچه این افراد بود، توسط انگلیس، حمایت سیاسی و معنوی انگلیس، حمایت سیاسی و نظامی، کمک نظامی آمریکا به خمینی به این شکل که طرح بین وحدت روحانیون و ارتش رو توسط نظریه برژنسکی ارائه داد و ارتش ایران رو در اختیار خمینی قرار داد و همچنین شوروی اون زمان با حزب توده که نفوذ فراوانی در نظام پیشین داشتن، اینها رتبه های بسیار بالای مدیریت تمام شاید 60% از کشور ما به دست همین توده یا هدایت می شد، همیشه پولشون رو می گرفتن، از چند جای مختلف تغذیه می شدن، قرم می زدن که ما به فرض برابری می خواهیم و مساوات حقوق کارگر، در صورت که به هیچ عنوان مثلا همین آقایونی که شما دارید میبینید مثلا چکاشون رو شده، درآمدشون رو شده، ماهی 50-60 میلیون تومان دارن میگیرن، بعد میگن خب دیگه بالاخره کارش هم نمیشه کرد دیگه، ما سهممون از انقلاب باید بگیریم یه جورایی. این آقایون توده‌ای هم اون زمان همینطور بودن و در نهایت زد و بندهایی شد از سازمانهای امنیت مختلف جهان، این افراد آوردن سر کار و از روز اول بر این پایه براشون توضیح دادن که اگر شما تا زمانی میتونید در این کشور، یعنی در کشور ایران بمونید که بتونید سوار بر این ملت باشید، یعنی اگر زمانی برسه که این ملت نخواد شما رو و به صورت مشخص توانش رو تو خیابان ها نشان بده، ما معذوریم، مجبور هستیم شما رو عوض بکنیم، به شکل دیگر درتون بیاریم. این داستانی که در رابطه با کودتا این مدت این مقدار در رابطه باهاش صحبت میشه دقیقا همین مسئله است، یعنی قدرت های بزرگ جهانی که دارای شرکت های نفتی و دو بانک معتبر قدرتمند جهان هستند، اینها به راحتی این افراد رو عوض میکنن، جاشون رو به کسی دیگه میدن. شما در کمترین زمان امکان داره شب بخوابید صبح بلند شید ببینید یه سری اتفاقات افتاده و از شما میخوان که کمکم بکنید، آقا ما آزاد شدیم، مملکت آزاد شد، همه به رفاه دست پیدا میکنن، اینا رو گرفتیم، اینا رو انداختیم زندان، اینا رو میخوان محاکمهشون بکنید، شما با ما باشید و ما به صورت نظامی عملهای انجام خواهیم داد که کشور از بین. و این مسائلی که قبلا من در رابطه باش سالهای گذشته توضیح دادم که چگونه طرح‌های مختلف توطئه جهانی در کشورهای متفاوت عملی شده تا به امروز و به اجراش گذاشتن، که وقتی که نتونن دیگه کاری انجام بدن خودشون با نیروی نظامی وارد اون کشور میشن، از قبیل عراقش رو دیدیم، از قبیل لیبیش رو هم دیدیم که چگونه همین افرادی که با خود همین آمریکایی‌ها، با انگلیسی‌ها، با روس‌ها اینا در معامله بودن کار می‌کردن. به هر روی این تاریخی که خدمتتون عرض کردم، رستاخی 3 روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی میبایست انجام بشه، دقیقا میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما در رابطه با همین ها با شما صحبت کردیم، توضیح دادیم که میبایست این چنین عمل بکنید، حکومت اسلامی برای گرفتن رأی مشروعیت خودش در بازار جهانی و بین المللی از شما مردم با دادن وعده وعید دروغین به شما، با دادن
برنامه‌های متفاوت سطحی، آزاد گذاشتن به خصوص دخترها و خانمها در خیابانها و بعد پیام دادن به شما که ما میخوایم زندگی بهتری رو برای شما فراهم بکنیم، ما میخوایم کسانی که متخصص هستن بیان در ایران کار بکنن، سرمایه گذاری بکنن و غیره. اما همه اینها وعده های دروغه، همش به دلیل اینکه 4 سال دیگه اربابان اینها رو سر کار نگه دارن و دست و عملی چه به صورت کودتا چه حرکت دیگه انجام ندن. اصل داستان اینه، چون بین دو گروه از نظام هم میدونن که خودشون وابستگی به چه کشورهایی دارن. به صورت مشخص این رو بارها براتون توضیح دادم که کسانی که طرفدار رفسنجانی و خاتمی و روحانی و اینها هم وابسته مستقیم به انگلیس، به اسرائیل، به آمریکا هستن اینها و اصولا کشورهای اروپایی. نگاه نکنید چه شعارهایی میدن، ببینید کجا پیادتون میکنن. اون قسمت داستان که مثل خامنه‌ای هست، اینا بهشون که میگن تندروها به قول خودشون، اینا وابسته مستقیم بعد از مرگ خمینی به شوروی اون زمان که بعدا تقسیم شد به 4-5 کشوری که دارید میبینید، ولی در نهایت به شکل شانگهای کوپریشن اورگانایزیشن SCO در اومد که در رأسشون هم چین هست. یعنی وابستگی مستقیم علی خامنه‌ای و طرفدارانش و بخش اعظمی از سپاه پاسداران، به خصوص سران سپاه، سران ارتش، سران بسیج به علی خامنه‌ای، برای اینکه این حالت موازنه رو حفظ بکنن، چون همه اینا یه خانواده هستن، از یه خانواده اومدن، ولی در دو قسمت مختلف حرکت میکنن که بتونن توازن رو برقرار بکنن، که اگر قسمتی از تبانی میانه کشورهای غربی سرانجامش به سرنگونی اینها ختم بشه، اینها بتونن خودشونو به اون طرف لنگر آویزون بکنن، مستقیما روسیه روسیه بکنن، که دارید میبینید با پول ملت ایران، یعنی روسیه یک پنی خرج نکرده در این جنگی که شما، جنایتی که تا به امروز اتفاق افتاده در سوریه، کشتن مردم بیگناه سوریه، پول ملت ایران، نیروی نظامی حکومت اسلامی، چه به صورت مخشویی، چه به صورت خریداری کردن مزدور از بدبخت بیچاره های آواره های جهان بگیرید تا کشورهای مثل افغانستان یا همین کشور خودمون و حتی کشورهای دورافتاده عربی یا حتی آفریقایی، کشوندن اونها به سوریه برای ایجاد تشکیل یک قوای نظامی سیاسی عقیدتی اسلامی در بخش شیعش، که این بار هوادار رهبر سنی هم هست، اون بشار اسد. ولی برای چی کار میکنن؟ منافع اونها تامین بشه. منافع چیه؟ منافع همین قسمتیه که دارم خدمتتون عرض میکنم. روسیه به صورت مشخص میاد وسط، میگه پولی وسط نمیگذارم، من یک پنی هم خرج نمیکنم، حمایت نظامی و سیاسیش با من. حکومت اسلامی میگه خب ما مردمی داریم که اینا صداشون در نمیاد، هر 4 سال یک بار میایم وعده وعید میدیم، تو سرشون میزنیم، دلشون رو خوش میکنن، آزادیای یه سری سرحد معمولی بهشون میدیم، یه 2-3 ماهی 4 ماهی بهشون به قول معروف میگن وعده سر خرمن میدیم، بعد اینها میان شرکت میکنن، ما رأی رو میگیریم، بعد میزنیم تو سرشون. خب اینا که همیشه با ما هستن، قرارداد رو مینویسن، پیشا پیش چاهای نفت ما رو پیش فروش میکنن، گاز ما رو پیش فروش میکنن، اصلا سرمایه گذاری نمیکنن برای اینکه بتونن از این چاها بازم استفاده بکنن، همش دارن مورد فروش قرار میدن و استخراج، هیچ سرمایه گذاری انجام نمیشه. خب از اون طرف میبینیم که بشار اسد میگه منم از لحاظ جغرافیایی اینجا رو حفظ میکنم تا شما حضور داشته باشید، ما بتونیم این مسیر رو به سمت جلو پیش ببریم. اینا رو براتون توضیح دادم که آگاه باشید، آگاه باشید، این انتصابات حکومت اسلامی هر 4 سال یک بار برای گرفتن مشروعیت از کشورهای تراز اول جهان و به خصوص کشور انگلیس و آمریکا، اسرائیل، فرانسه و آلمان از یک سو و از طرف دیگه چین و روسیه است.
یعنی هر کدام از این کشورها اگر ببینن قبل از انتخابات جامعه‌ای به پا خواسته و بر پایه همین باور، همین باوری که اینها اومدن نوشتن در این با نام منشور شهروندی، شما اگه بندها اینو بخونید، بر پایه همین باوری که اینها نوشتن مردم بیان تو خیابون. مثلا بند الف چی میگه؟ حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی آیا دارید؟ هیچ. حق کرامت و برابری انسانی، اینا ببینید در روز روشن چگونه دروغ میگن. زن اصلا، زن و یا دختر در کشور ما آدم حساب نمیشه. کدوم حقوق؟ چه حقوقی؟ حق آزادی و امنیت شهروندی، آیا شما آزادید مردم؟ آیا شما امنیت دارید؟ اگر میخواید خودتون رو برابر سوریه حساب بکنید، مطمئن باشید که بله، اگر بخواید این چنین حساب بکنید شما امنیت دارید، فقط نفسی میکشید، اونم نفسی که به زودی خفتون خواهند کرد. حق مشارکت در تعیین سرنوشت یعنی نوشته ته حق مشارکت در تعیین سرنوشت. شما آیا تا به امروز حق مشارکت در تعیین سرنوشتتون داشتید؟ خیر. 12 بهمن 58 اومدن گفتن آری یا نه. حکومت اسلامی که اصلا هیچ کس نمیدونست این یعنی چی، چه مفاهیمی درش هست. یه عده کوچه‌وار کراواتی ها رو آورده بودن همش نمایش، از روز اول نمایش تا به امروز کلاه گذاشتن و دروغگویی بر سر این مردم و سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم و بعد جنایت آشکار. حق جنوشته حق آزادی اندیشه و بیان، یعنی شما آزادی تا زمانی که ولایت فقیه بگه، هر آخوندی بگه، هر کسی بیاد یه چیزی بنویسه. حق آزادی و اندیشه و بیان، شما آزادی و اندیشه بیان دارید در کجای تاریخ تو این 38 سال؟ حق دسترسی به اطلاعات، شما تمام سایت ها در سطح جهانی که بتونه آگاهی به ملت ایران بده بسته است و فیلتره. یعنی دارم اینو به خدمتتون عرض میکنم، ببینید چقدر دروغ که دیگه خودتون دارید مشاهده میکنید. حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، یعنی تمام چیزهایی رو که شما ندارید اینجا نوشتند که خودشون هم میدونند. همین شخصی که با نام روحانی هست در شورای امنیت نظام 30 و اندی سال کار کرده، یکی از متخصصین نابود کردن ایرانه که بدون چگونه از باورهای مذهبی مردم میشه استفاده کرد. اینها رو به روزخانه ها دعوت کرد، مراسم مذهبی تاسو عاشورا بندازید، هیئت‌های متفاوت، چلو خورشت فراوان، و بعد این ملت رو بزنید تو سرشون. به قول معروف میگن ایشالله گربه است و شما در همین سطح بمونید. ما آقازاده های خودمون رو به خارج از کشور میفرستیم در بهترین دانشگاه. شما اگر بچت نرفت دانشگاه مسئله ای نیست، برو امامزاده دخیل ببن، بالاخره میره، حالا همین فردا که نه ولی میره. و بعد از اینکه حتی بچه های پاک ایران زمین با 1001 بدبختی خانواده هاشون با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن، بچه رو به دانشگاه میفرستن، دکتر میشه، دکتر بیکاره. 10,000 دکتر بیکار داریم در اون کشور، کارگیر نمی، مجبورش میکنن. چی؟ قدرت های بزرگ میگن آقا تمام خرجش رو این خانواده ها میدن، دکتر که شد بعد بهش ویزا میدیم بیاد برای ما کار بکنند. آمریکایی میگه بیا اینجا، بیا برای من کار بکن. اسرائیلی میگه بیا در استخدام خودم قرار میدم، یه جایی در دنیا مشغول به کارت میکنم. انگلیسی میگه که ما بهت ویزا میدیم بیا اینجا ادامه زندگی بدی در جایی که واقعا جای زندگی نیست. ببینید این این واقعیت. من نمیخوام بپردازم به تمام این فهرست مطالب که شما تمام چیزهایی رو که ازتون گرفتند از روز اول، از روز نخست گرفتند و دقیقا میدونن چه آماری رو پاره پاره کردن و لطمه به جامعه ایرانی زدن. وقتی شما نفس رو در سینه حبس میکنی دیگه کدوم تخصص؟ اول نفسی باید بیاد بره که بعد بتونه بره دنبال تخصص. اینا همه چیز رو نابود کردن. فقط اگر خودشون باقی بمونن، فرزندانشون، خانواده هاشون بخورن و بچرن کافیست، امام زمانشون هم بالاخره یک زمانی میارن. یعنی این چنین سر مردم رو کلاه گذاشتن و شیر مالیدن در قرن 21، قرن ارتباطات، قرنی که حداقل 38 سال از این حکومت گذشته و شما بالا و پایین این آخوند و بچه آخوند رو دیدید. انتخاب روز رستاخیز،
برای ایستادن شما مردم برابر این جنایت که شما مردم اگر به پا بخیزید، شما اگر دست به دست هم بدید، شما اگر بحث‌های جانبی رو کنار بگذارید، بحث‌هایی که از طرف رسانه‌ها با سانسور شبانه روزشون انجام میشه رو ازش عبور بکنید، دست به دست هم بدید، چون شما مردم درون کشور قربانی اصلی و واقعی این توطئه جهانی تا به امروز بودید و تاوان سختی رو پرداختید، میتونیم کشور رو پس بگیریم. یعنی به جهانیان ثابت کنیم که امکان نگاهبانی از این آخوند و بچه آخوند دیگر وجود ندارد، در هر شکلی، چه به شکل کودتاش، چه به شکل خزندهش، چه به هر شکلی که دوست دارن اصلاحات و غیره. این مردم نمیخوان اینها رو، این مردم به هیچ عنوان حاضر به رهبری آخوند و یا بچه آخوند درون کشور نیست. اسلامش هم دوست داره برای خودش محفوظ، اسلام ایرانیش رو نگه میداره که هیچ ربطی به این افراد نداشته و نداره. اسلام مردم رو نابودش هم کردن، از بینش هم بردن که بهتر نشده. عقاید مردم عقاید دوستانه و بشر دوستانه بود که مردم داشتن، مورد احترام قرار می گرفت. امروز چه چیزی درون مملکت احترام داره؟ هیچ چیزی. و هر کسی که میاد صحبت بکنه، اینها بلافاصله رگشون میزنن. بهترین بانوان فرهنگی ما، بهترین بانوان و دوشیزگان هنری و سیاسی ما که سیاسی هم نیستن، حق خودشون رو میخوان، اسمش سیاسیه، در زندان ها دارن جون میدن. و صحبت من همیشه بر این پایه بوده، من به هیچ عنوان به اگه پیامی بدم، پیام سخت و دندان شکنی به حکومت اسلامی میدم برای گذاشتن اسلحه به روی زمین و رفتن کنار، اونم از روی موضع قدرت، نه موضع ضعف. من هیچ موقع به حکومت اسلامی نگفتم زندانی سیاسی آزاد باید گردد. من این پیامو به شما مردم میدم که زندانیان ایرانی رو آزاد بکنید، زندانیان که اومدن حقشون رو طلب بکنن، زندانیان که به خاطر فروش و یا اجحاف حق ایرانی در وضعیت اقتصادیش به جای رسیده، به خاطر 7-8 میلیون بیارزش تو زندان ها دارن میپوسن و این خانواده ها از هم پاشیدن که زناشون صیغه همین آخوندها و بچه آخوندها بشن. این چنین جامعه ما رو اینها نابود کردن تا به امروز. ولی یک بار برای همیشه باید شمشیر از رو بست، یک بار باید غیرت ایرانی به پا بخیزه، یک بار مرگ، یک بار شیون، یک بار. ولی با طرح درست، با برنامه ریزی، با اینکه شما بدونید چه چیزی میخواهید چه چیزی نمیخواهید. باز دارم خدمتون عرض میکنم، از همه سو این جنبش فدایان ایران داره بهش حمله میشه. ازتون درخواست میکنم که بیستید، این جنبش متعلق شماست، این فریاد شماست، خواسته شماست، عشق شماست، آرزوی هر ایرانیه که به این چیزهایی که دارم خدمتون عرض میکنم دست پیدا بکنه. ما نه نگرش مذهبی داریم، نه نگرش سیاسی، نه شعار ایکس میدیم، نه شعار ایگرگ. و امیدوارم بچه ها حتی در نوشتنشون مراعات بکنن، شعارهای انتخاب نوع نظامتون رو برای خودتون نگه دارید. به هیچ عنوان مطرح نیست که شما دارای چه نوع تفکر سیاسی هستید. حق طبیعی، حق حقوقی، حق مدنی، حق انسانی، حق زندگی جامعه ایرانی میبایست فریاد زده بشه در خیابان ها و اون کاری که در دست ما بوده و هست و انجامش خواهیم داد. سه روز قبل از انتصابات حکومت اسلامی شما میبایست دست به دست هم بدید و تهران فتح خواهد شد به دست شما، اگر گوش شنوایی باشه، اگر بتونید خودتون رو از این حصار سانسور که رسانه ها در سر تا سر جهان، چه رسانه های دولتی، چه برنامه سازانی که میگن ما فقط برای آزادی داریم کار میکنیم که دروغ محض میگن، چه مدیرانشون، به هیچ عنوان. اگر کسانی عشق آزادی، عشق وطن، عشق آزاد کردن دختر و پسر ایرانی رو از بند داشتن، به پا میخواستن و همگام میشدند. و امیدوارم این فرصت باقی، ما هنوز 5 ماه فرصت داریم. با فشار مردم، با فشار ملت، با قدرت اجتماعی که من از شما سراغ دارم ولی تا به امروز خفتون کردن، تو سرتون زدن، پایین نگهتون داشتن، گفتن شما نمیتونید، صبر کنید، دولت‌های
خارجی براتون تصمیم بگیرن، صبر داشته باشید فلان آقا براتون تصمیم بگیره، صبر داشته باشید فلان خانوم براتون نسخه بپیچه. شما رو همیشه منتظر نگه داشتن و همیشه ناقابلتون دونستن برای تعیین سرنوشت خودتون. یا شما میباید معطل فلان حزب و فلان گروه و فلان دسته بشینید که آقای محترم یا خانوم محترم یا ایکس و ایگرگ بیاد براتون تاریخ بگه، فلسفه ببافه، مختونه بزنه، آخر سر کجا پیادتون میکنه؟ هیچ. دستتون به هیچی بر نیست. هر روز افزایش قیمت ها، هر روز نابسامانی، هر روز وضعیت بد آب و هوایی، کمبود آب، نارسایی های اجتماعی، نارسایی های فرهنگی، در بعد ورزش، در هر قسمتش که شما دست بذارید باطلاقی است که دیگه بهتر از من میدونید. احتیاجی نیست، شما خودتون یکی بهترین مفسر هستید. ازتون درخواست میکنم، این فقط به دست شما مردم حل میشه. ما و شما، پیوند ما و شما، پیوند عاشقان و فدایان ایران با ملت ایران، با خودشون دست به دست هم بدن، دختر و پسر، زن و مرد، پیر و جوان، از هر امکاناتی که در دست داریم دنبال آرزوها نگردیم، اون چیزی که امکان پذیره، اون چیزی که میتونیم انجامش بدیم، اون چیزی که براش میخوایم رستاخیز بکنیم، رو خودمون حساب بکنیم. ما و شما، فقط و فقط روی خودمون، روی امکاناتی که در دست داریم، برای تمام توان رو به کار ببریم. خیلی خوب بود اگه جنبش فدایان ایران رسانه‌ای داشت که میتونست با مردم ایران، میلیون ها نفر صحبت کنه، مثل آقایونی که نشستن و پول های آنچنانی میگیرن از پشت پرده ها. ولی وقتی که همیشه اینو خدمتتون عرض کردم، کسانی که عاشق وطن هستند، کسانی که فدایی وطن هستند، از اون کسی که رفت در جبهه و اسمش رو شهید نامیدند و خون داد و جون داد تا ایران بماند، تا کسانی که زنده هستند هنوز از خودشون آثاری بر جای گذاشتن، اینها دارای سرمایه آنچنانی نیستن. چون سرمایه دارانی که از پشت پرده ها با نام ملت ایران در خارج از کشور به اینها کمک میکنند، توانای شنیدن سخن درست و بستن شمشیر از رو نیستند و همه رو سانسور کردن تا به امروز به این چنین رسوندن که با نام آزادی خواهی، با نام دموکراسی، شما مردم رو خفه کردن. نگاهی به خودتون بکنید، بغض گلوی شما رو گرفته، میخواید فریاد بزنید، راهی به جایی نمیبرید. بزرگترین جنبش در طول تاریخ 38 ساله با نام جنبش فدایان ایران به کار افتاده و از درون ایران داره پیام میده، نه از چیزی باشه از خارج از کشور انتقال داده شده باشه. این جنبش متعلق به مردم ایران که از درون دارن میان، چیزی از خارج بهشون فرستاده نشده، ولی میبینید که چگونه تحت سانسورهای شدید قرار میگیرن و مردم میگن آقا خواهش میکنیم با فلان رسانه صحبت کن، خواهش میکنیم با فلان برنامه‌ساز صحبت کن، خواهش میکنیم با فلان آقا در نمیدونم فلان گروه صحبت کن. مردم، برادران و خواهرانم، پدران و مادرانم، گوش ها رو باز کنید. ما فقط خودمون رو داریم، همین، با این امکاناتی که هست، با این وضعیتی که هست، با این روزگاری که داریم سفر میکنیم، اگر نجنبید، من این رو این واقعیت نمیخوام مایوستون بکنم، ولی واقعیت نقشه های این افراد رو از روز اولش که در توطئه جهانی شرکت کردن تا امروز بررسی کردم، مطالعه کردم، تحقیق کردم، آنچه را که به مردم گفتم اتفاق افتاد. نه اینکه بخوام فالبین باشم یا بخوام نمیدونم رمال باشم، خیلی، وقتی شما داده ها رو کنار هم میگذارید یک پازله، متوجه میشید که چه نقشه ای کشیدن برای چه کسانی. دارم با خبرتون میکنم. اگر میخواید زندگی با شرف و با عزتی داشته باشید که هر کسی مذهبه و خودش برای خودش محفوظ، هر کسی نگرش سیاسی خودش برای خودش محفوظ و در جامعه آزاد با بهترین متخصصین بدون اینکه کسی تفتیش عقاید بشه، تفتیش نگرش مذهبی بشه داشته باشید و ببینید مادر پدرهایی که رفتید و این روزگار رو برای جوانان به وجود آوردید، شماها اولین نفراتی هستید که میبایست آستین ها رو بالا بزنید. دوران کسب و کار برای پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر گذشته، به فرزندانتون برسید، به پشت فرزندانتون بایستید. اینها آینده سازان کشور هستند و اگر جامعه رو به اینجا رسوندید، حداقل این توانایی رو داشته باشید
در از دو سوم زندگی گذشته یک سوم دیگه شو در خدمت این جوانا باشید تا این جوانا به شما نشون بدن که چجوری گل میزنن، چگونه میتونن حکومت اسلامی سرنگون بکنن. دارم خدمتتون عرض میکنم از این بیانیه ها، از این نمیدونم پیام ها، منشور حقوقی شهروندی، سخنان بسیار بسیار زیبای و یا شنیدنی رئیس جمهور، بشینه این مردک زار زار گریه بکنه، اشک بریزه، بدونید داره جیبتون رو میزنه، دستش تو جیبتونه. هر زمانی هر آخوندی، هر بچه آخوندی نرفتون بالای منبر شما رو گریهتون رو در آورد، بدونید از اون پشت صفت جیبتون رو بچسبید. اینا جیب مملکت رو با گریوندن مردم تا به امروز در آوردن. میدونن این مردم ضعفشون کجاست، از باور مذهبی شما استفاده کردن، از همون در اومدن تو، از هیچ در دیگری اینا نمیتونن بیان تو، از اون در مذهبی میان که شما ضعف دارید، اون در رو ببندید، مذهب رو برای خودتون نگه دارید. و اینو دارم خدمتون عرض میکنم در بعد مسائل مذهبی هم براتون توضیح میدم، اگر حسینی هستید، حسین برای پلوخورش نبود، اگه میخواین راجع به حسین هم صحبت بکنید و اونش هم بلدم براتون توضیح بدم. برای اون کسانی میگم که خیلی مذهبی هم، اگه حسینی هستی حسین رو ببین، ازش یاد بگیر. کم بود ولی شمشیرش رو از رو کشید، کاری ندارم برای چه باوری دیگه رفت، داستان ها متفاوته. ولی اگه اون چیزی هم که شنیدی و همین آخوند اوورده در گوشت بهت یاد داده، حداقل از اون حداقل استفاده بکن. بعد اینو گفتم برای اون کسانی که هنوز یه اعتقادات مذهبی دارن و فکر میکنن اینا حالا آدمای خوبی هستن، شاید این آخونده که داره برای من صحبت میکنه واقعا هم این سعیشو داره میکنه. خیر، اینا به هیچ عنوان یک هزارم سعی برای رفاه و آزادی مردم انجام ندادن، چون اون قانون اساسی اجازه به شما نخواهد داد که نفس بکشی. اینها قانون اساسی یعنی محتوا زهر، هی جام رو برای شما عوض میکنن، جام زهر دیگری برات میارن، قیافه دیگری رو برات مطرح میکنن، برچسب میزنن، خوشگلش میکنن، تعریف ازش میکنن، بیانیه میدن، منشور مینویسن تا بتونن زهر رو به خوردت بدن و مجددن 4 سال آینده برگریزان و جوانریزان و دخترریزان و پسرریزان بشه در اون کشور و بعد چپاول سرمایه های این ملت بیشتر تو باطلاق مرگ فرو بردن این جامعه رو که همه فراری بشن، ایرانی ها شهرهای خودشون رو رها کنن، خوزستانی ها رها کنن برن، بگن ما نمیدونیم دیگه اینجا چه آدمایی دارن میان، اینا کی هستن؟ این برنامه‌ای که رسیده شده و چیده شده برای شما که محل های خودتون رو ترک بکنید. دارم خدمتتون عرض میکنم میبایست دست به دست هم بدید. اگر ایرانی هستید، اگه میخواید کشور آزاد بشه، اگه میخواید اون روز شادی رو ببینید، میبایست متحد بشید، میبایست همبسته بشید، شعار نویسی بکنید، با اسپری در و دیوار بنویسید جنبش فدایان ایران رو، در دیوار بنویسید 3 روز قبل از انتصابات، حالا هر روزی که اینا تغییر بدن، گفتن 29 26 26 هر روزی تغییر بدن 3 روز قبل از اون ما میایم بیرون که نشون بدیم از تمام دوربین های بین المللی استفاده کنیم که ما رأی به حکومت اسلامی نمیدیم، ما اصلا اینا رو نمیخوایم. حالا ما میگیم محتوا رو نمیخوایم، هی شما ظرفش رو عوض میکنی، هی میاد بلورینش میکنی، هی بر ما وعده سر خرمن میدی، نمیخوایم. این زمانی است که جامعه ایرانی با حضور تمام رسانه‌های خارجی درون کشور که میان فیلم برداری کنن موفقیت حکومت اسلامی رو به سر تا سر جهان برسونند، از اینها میبایست استفاده کرد. و من بهتون قول میدم سر تا سر کشور در درون تهران خالی بشید، برنامه ریزی باید کرد، در روزهای آینده توضیح خواهم داد. و اینها اگه بخوان دست به اینترنت، دست به هر چیز دیگه ای بزنن، مطمئن باشید که یکی میگه گوشتو میگیرم دور دنیا میچرخونمت، اون یکی میگه خب خودت هم باید با من بیای. خدمتون عرض کردم حداقل دستاورد شما، حداقل دستاورد این رستاخیز برهم زدن انتصابات اینها، گرفتن مشروعیتش در دیدگاه بین المللی و جهانی است که اونها که صاحبان این افراد هستن متوجه بشن امکان نگه داشتن این افراد نبوده و نیست و نخواهد بود. با خبر شدم که یکی از شرکت‌های مخابراتی خیلی
در سطح بالا هم ایران رو ترک کرده که در رابطه با اون هم با شما صحبت خواهم کرد. و این از یک بُعد وقتی نگاه میکنی خبر بسیار بسیار بودار و پیامی که داره میده بسیار بده. هر موقع اینا هر جا رفتن خالی کردن اومدن بیرون، اونجا تقریبا به یک روزگار دیگه ای رسیده و شکلش به گونه دیگه ای شده. اینها رو حالا یه مقداری ریسرچ بیشتر بکنم، شما رو در جریان کار بیشتر قرار میدم، ولی ازتون درخواست میکنم از هر انرژی که دارید استفاده کنید، از هر نفری که در کنارتون هست ازش بخواید که بپیونده، سازماندهی بکنه، با خبر کنید. رسانه شما مردم هستید. رسانه های در خارج از کشور احتیاج دارن که گوش های شما رو بخرن و بخراشن. گوش ندید. فقط و فقط خودتون هستید که باید این زندگی رو درست بکنید. مطمئن بدونید در خارج از کشور کسی به فکر شما نیست. شما هستید که باید بسازید. این عین واقعیتی که خدمتتون عرض کردم. حال کاری ندارم چه کسانی خوششون میاد یا چه کسانی بدشون میاد. واقعیت امر رو خدمتتون عرض کردم که چگونه دارن شما رو به پرتگاه و آبشار مرگ برای سالهای آینده نزدیکتر میکنن. به هر روی اینو بدونید، مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.